اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى محمد صلى على محمد وعلى محمد على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح عالمین لتراب مقدمه الفداء و لعنت الله على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. یک دو سه چند تا بحث باید عرض کنم خدمتتون، انشاءالا هر کدومش به تنهایی اگر خدا کمک کنه مفید باشه. از روز پنجشنبه ایام عذاب پایان میپذیرد و روز پنجشنبه روز مثلا شادمانی است. اما این شادمانی را به حرام، به حرام، حرامای مسلم، این صداهاش خراب آقا، به حرام مسلم نکشانیم. تقصیر من نیست حاج آقا، عیب بلنگو. من دهنم چسبیدم صدا درست نمیاد. عرض کردم که روز پنجشنبه روز، حالا این الان شد چیزی، روز شادمانی است بعد از دو ماه خورده ای عزاداری که همه ما هنوز سیاه به تنمون تقریبا هست دیگه. و امشب و فردا خیلی مهمه از حیث عزاداری، چون پدر امام عصر ماست، حضرت عسکری علیه السلام. اگر آدم قدر امشب را بداند، همین این شب قدر بداند، ممکن خیلی بهره‌مند بشه امشب و فردا. حالا این باشه، عرض کردم که روز پنجشنبه روز اول شادمانی است. حالا شادمانی اهل بیت هست، ما آن را، اون را هم قدر بدانیم و به حرام آلوده نکنیم. گاهی حرام های خیلی روشن و مسلم را کسانی که عنوان دوستی دارن، البته اگر آدم دوست بود که نمیشد، نمیشد به حرام آلوده بشه، نمیشد به بیادبی آلوده بشه، نمیشد به بیحیایی آلوده بشه. یه داستان احتمالا در گذشتم براتون عرض کرده بودم، خیلی خلاصه رد میشیم که بعد برسیم به بحث اصلیمون. یا آقای بزرگواریست، الان امام جمعه است در خراسان، در استان خراسان، میدونم کدوم یکی از این سه تا استان. یه طلبه فاضلی بوده، خیلی با عرضه بوده، دوست زبان خارجی آموخته بوده و آرزومند بود که به کشورهای خارجی بره برای کارهای تبلیغی. یه وقتی فرمایشات رهبر رو گوش میکرده که ایشون از ایشون سوال کردن که آقا شما اگر در این مقام نبودین چی کار دلتون میخواست بکنه؟ ایشون فرمودن که من دلم میخواست که برم توی یکی از دهات کار آخوندی بکنم، هم کارهای اصلی ما. عجب، این اولین بار اینو مثلا شنیده. پس از اون آرزویی که امیدوار بود که بتونه به کشورهای خارجی بره برای کار تبلیغی، فکر میکنم سه تا زبان بلد بود، دانشگاه هم خونده بود، فکر میکنم تا فوق لیسانس خونده بود دانشگاه رضوی. بنابراین از اون آرزوش دست برداشت، خب میریم به یکی از دهات. رفته بود به سیستان بلوچستان. اونجا اول که وارد شد تونده کسی سلامش هم جواب نمیداد. خب
اما موند و حوصله کرد و خوش اخلاق نشون داد و خدمت نشون داد و یواش یواش این ده بهش علاقمند شدن، اون ده بهش علاقمند شدن، اون ده علاقمند شدن و اینجا کار میتونست بکنه، اونجا کار میتونست بکنه، اونجا کار میتونست بکنه، از این ور میبردنش، از اون ور میبردنش. یه باری که خواستن مثلا یه دهی رفته فرض کن 50 کیلومتر اونورتر، 100 کیلومتر اونورتر، بعد داشت برمیگشت پشت مثلا ماشین پیکانش نشست و مثلا ماشین روشن کرد، حرکت کرد، یکمی از اون حدود دور شد، یک کسی از پشت اسلحه گذاشت پشت گردنش، با این پلو نگه دارو. این فکر کرد که مثلا بچه های بسیجی هن شوخی باش کردن، ولی نه، خیلی جدیه. از ماشین پیادش کردن، روی موتور نشوندن، رفتن، رفتن تا پاکستان. 100 کیلومتر راه، مثلا 50 کیلومتر راه بود. گفتن هر جا اینا پیاده میشدن خودشون آب میخواستن بخورن، من اجازه یه مشت آب فقط میدادم، من یک مشت آب میتونم بخورم. اول کار که فهمید که به دست کی گرفتار شده، عرض کرده بود که به حضرت صدیق طاهره سلام الله علیها یه کاری کنیم آبرو نره، آبروداری کنیم برای کار. هر طور نمیشد شد، اما آبروداری کنیم. خب رفت تو این راه هم با نهایت شجاعت باهاشون برخورد کرد. این به دست چیزای ریگی گرفتار شده بود. اونا یه مجموعه بزرگی از این وقت شیعه دزدیدن، داخل ایران اومده، یه نفر شیعه پیدا کرده دزدیده برده، کار نداره، راحت. عرضم به حضورتون شکنجه بود، شلاق بود، بود بود و با فاصله هایی هم سر می بریدن. اینو میخوام، این نکتهش بود. یه سخنرانی است در اصفهان که خیلی هم سر صدا دار، ایشون خیلی علنی واضح که نواراشو اینور اونورم بردن لعنو سر کرده بود، گفت اخ مثلا سر ببرن این نوارا میذاشتن گوش میکردن خونشون به جوش میمد سر می. خب ثوابش مال اون آقایی که چیز کرد، اونایی که اون پا خندیدن و کف زدن و اونایی که تشویق کردن و اونایی که دعوت کردن و ثوابش به اونا میرسه. ایشون رو همون حرفی که با حضرت صدیق سلام الله علیها عرض کرده بود تمام این حوادث رو به خوبی باش برخورد کرده بود. میوردن مثلا این میشونن این کنار یا همه رو میشونن سر اون یه نفر رو میبرن که اینا جلز و ولزشون در بیاد. بعد اونا میگفتن نمیدونیم شو تو چجوری هستی، اینا همه اینا که میبینی اینا هستن که مثلا شما ها شیعه هستین همشون مشرکن، وقتی پای مرگ میرسه میفتن به دست پای ما، التماس میکنن، قسم میدن، هم چیکار میکنن، هر چی بتونن میکنن که کشته نشن، نکشیم ما بدترش. اینا نشون میده که معلوم میشه اینا مشرکن، ما بیشتر مثلا حقد و کینمون میشه. خب اون از کنم لعن و نفرین هم که میذارن. و در هر صورت این در این مدت که مونده، خب چون با سواد بود ناگزیر بحث هم میکرد دیگه، آیه قرآن میگفت و حدیث مثلا براشون میگفت و یه نفر از اون جمع برکت اون توسل ها، اگه همه اونا توسل میکردن همه شون نجات پیدا میکردن، حالا اونا عرضشون نمیرسید. به برکت اون توسل یکی از کسانی که جزء مریدای اونا بودن یه کمی تمایل پیدا کرده بود، مثلا احساس کرده که حرفای این حقه، در صورت اون اینو یه روزی نجات میده. بنابراین ایشون نجات یافته است که این حوادث رو بعد نقل کرده و الان هم در اصلا در خراسان اونجا در باز یک از دهات بنابود بره دهات دیگه، اونجا امام جمعه اونجاست. این حادثه همین یه دونه کافیه، صد تا نمونه های دیگه هم که ما شنیدیم دیگه. میاد یه کسی به خودش پا میبنده، میاد توی مسجد شیعه 100 نفر 200 نفر رو تیکه باره میکنه.
و عرض میکردم که آقا من به عنوان یه نفر 100,000 عامل داره این کار. آمریکا هم هست، اسرائیل هم هست، عربستان سعودی هم هست، نمیدونم چی هم هست، 100,000 عامل داره. منم یه عامل کوچولو کمک میکنم. ما نکنیم، ما به عنوان یک عامل. حالا در داخل این شهر 1,000 جا دیگه میکنن یه روزی جوابشو میدن. من اینو نکنم، کمک نکنم برای قتل عامل شیعه. از که 100,000 عامل وجود داره، من یه نفرش نباشم، من یه عاملش نباشم. این دو چهارتاش. رهبرم که فتوا دادن، حکم کردن به حرمت. بنابراین اگر شما خودت هم نشستی، خودت هم نمیتونی. گفتن این حرامه، لعن حرامه، لعن و سب حرامه. یه وقتایی سابقه جلساتی ما داشتیم، بعد من با دوستانی صحبت میکردیم، ما تو بند رضای خدایی یا نه دلت میخواد، دلت میخواد هر کاری دلت میخواد بکن، اگه دله هر کاری دلت میخواد بکن، خدا که در کار نیست. هر اگه بند رضای خدایی، من شک دارم، چون من میبینم مرجعی، یه دونه مرجع، بلکه دوتا مرجع، بلکه بیشتر حرام دونستن این. اگر شک میکنم، حداقل شک میکنه در رضای خدا، غیر از این که من دستم به امام زمانم که نمیرسه، دستم به پیغمبر خدا که نمیرسه، ما واسطه همون فعلا همین آقایان مراجع، این اگر یه حرفی زده من ناگزیرم همین عمل کنم. اگه شما دستت به امام زمان میرسه، از ایشان سوال میکنه که آقا من چیکار کنم، ایشون اگر فرمود اون فوق فتوا و حکم مرجعه، خب من که نمیرسه، راه من برای به دست آوردن رضای خدا همین فرمایشات آیان مراجعه. اگه اونا یه نفرشون دو نفرشون یه همچه حرفی زده باشن، از حرمت سخن گفته باشن، آدم شکی در رضای خدا میکنه. اگه هم شما بند رضای خدا هستی یا نیستی، دلت میخواد، دلت میخواد هر کاری بکن. این بحث تمام شد. دو تا فرمایش از حضرت بخشی، یه چیز دیگه عرض کنم. درستم چند تا هی میخوام عرض کنم. این حرف نکته خیلی ممتازیه. هیچ کسی از ما در بند آن نیست. فرمایش از حضرت صادق علیه السلامه. یه حرفاشو بلدین، مثلا من اعتدل یومه فهو و مغبون، اگر کسی دو روز یکسان باشد این باخته، مغبونه، بلدیم اینو، حالا عملم نمی کنیم. و من کان فی قدهی شرن می یومهی فهو و مفتون، هر کس که روز بعدش بدتر از روز قبلش باشه. حرفم اینه، این یه نکته. و من لم یتفقد نقصان من نفسهی دام نقصهو، هر کس که جستجوی تفقد، جستجو نکند عیب و ایراد و نقص خودش را، کی پیشه؟ کسی که جستجو نکند، تفقد نکند، دنبال نکند عیب و نقص خودش را، این نقصش میماند. و من دام نقص و هر کس نقصش بماند، فالموتو خیرون لهو، هر چی زودتر بمیره بهتره. این یکی، کسی فکر خودش نباشه. از تو جمع ما کی فکر خودشه؟ بنده که میگم فکر خودم هستم،
به ایبای خودم فکر میکنم که یه کاری بکنیم براش. حالا چی کار بکنیم ما تو بحثای بعدی هست میکنم. ندونم یه فرموش خیلی ممتازی از حضرت عسکری علیه السلام هست. اون برای معالجه عیب و نقصای آدم این راهه، این بهترین راهه. بارهای دیگه هم عرض کردم، حدیث هم باز مشهوره، فرمودن ان الوصول الى الله عز وجل سفرون لا یدرک الا به امتطاع اللیل. در زبان عربی متیه گفته می شود، متیه یعنی مرکب، میم و تین و یه یعنی مرکب. می فهمان رسیدن به خدا یه سفریه، یه راهیه که مرکب شبه، سفر الالله. عبارت عوض کنید، کوشش برای حل مشکلات خودم، برای حل عیبام، برای معالجه مشکلات و عیبام، این راهیه. جز با شب نمیشه، شب را سوار باید آدم بشود، برای شب سوار بشود. حالا ان الوصول الى الله عز وجل سفر لا یدرک الا به امتطاع اللیل. باید شب را سوار بشود. آقا یک کسی نیم ساعت سواری میگیرد، یکی یک ساعت، یکی یک ساعت و نیم، هرچی بیشتر. من چی کار میتونم با خودم، من چی کار میتونم بکنم؟ یه دشمن بیرونی دارم، من میتونم دست دشمن فرار کنم؟ میتونم. اینه که مثلا کم میارم، میره تو خونه در میبنده، میره تو خونه مثلا برادرش، قایم میشه، از این شهر سفر میکنه یه جای دیگه، ممکنه بتونه دست طلبکارا اینجور نجات پیدا کنه، حالا ولی موقتی. فرض کنید کسی مثلا یه دشمنی داره میخواد اونو بکشه، حد اکثر دیگه میتونه یه قایم بشه که اصلا دیده نشه، بره فرض کنید که 10 تا محافظه برای خودی ممکنه. اما من با خودم چه بکنم؟ فرار کنم که حل نمیشه. من رفتم 10 تا در بستم، همرامه، اون دشمنم همرامه. این فقط راهش اینه که سحر آدم در خونه خدا تضرع کنه، فقط راهش اینه. من صفتهای بد دارم، من بخل دارم، من کینه دارم، من تکبر دارم، با تکبرم چه کنم؟ ولم نمی کنم. اینجا فرض کنی که یه بار مقابله مثلا شما وای میستم، تواضع میکنم، کوچیکی میکنم، اما فردا میخورم زمین. بار بعد مثلا باز میکوشم، به خودم میجنگم، نمیدونم، تواضع میکنم، بار چهارم میخورم زمین. آدم زورش به خودش نمیرسه، این جدی بدونه. آدم زورش به خودش نمیرسه مگر دست به دامن سحر بشه. یکیشه، یکم دست به دامن امام حسین بشه. حالا امام حسین که عرض میکنیم مثاله. سلام علیکم.
صلوات لطف کن. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه. توی محرمم عرض کردم اصلا امکان نداره شما درست بتونی گریه کنی اگه سرب نداشته باشی. اگه کار دیگه آدم ناقص باشه یعنی دست من تو جیبم نمیره، سختمه، جونم به لبم میرسه که 2000 خرج کنم، خب نمیتونی گریه کنی اصلا. اینا به هم بسته است. اگه گریه خوب بکنم دستم خوب تو جیبم میره، اگه دستم خوب تو جیبم بره گریم خوب میتونم بکنم، اگه چشمم بسته باشه پاک باشه میتونم گریه کنم. اینا با هم بسته است. لذا عرض میکنم که اگر آدم سحر رو بتونه بر خودش درست کنه، بتونه درست کنه، میتونه کار دیگه هم بکنه. یعنی اون توسل رو به برکت این سحر میتونه توسل خوب کنه، به برکت توسل خوب میتونه سحر بیدار بشه. اینا به هم بسته است. لذا عرض میکنم که توسل یه وسیله بسیار خوب، بسیار خوب، بسیار خوبیست. هر کسی بتونه خوب گریه کنه پس خودش میتونه بر بیاد، با صفاتهای بد خودش میتونه بجنگه اگه بتونه توسل خوب کنه. اما خواهی که توسل خوب بخواد بکنه باید سحر بیدار باشه، باید روزش مواظب چشمش باشه، مواظب غذاش باید باشه، خیلی جدی باید مواظب باشه. فکر کنم همین است که هست و آدم با یه مجموعه عظیمی است عیوب به عالم آخرت میره. اگه با ایمان بره خب باید تو، اگه این حرف باشه خیلی ها، برزخ دوران است که آدم باید بگذراند که در اون تصفیه بشه. 100,000 سال، 200,000 سال، 500,000 سال. خونده مردم هم عرض کردم قاعدتان برای یک کسانی که قرآن میگه طیبین، پاک و پاکیزه ها، این چشمش میبنده میفرماد تو بهشت. پاک و پاکیزه ها چشمش میبنده میره تو بهشت. اما اون آقا باید معطل بشه، معطل بشه، معطل بشه، معطل بشه. اگه این حرف راست باشه، این گفتن بزرگان گفتن، اگه حرف راست باشه 500,000 سال تو برزخ. میگفتم این 70 ساله با یه کاری میکردی احتیاج نداشت به 500 سال، هم یه سره میرفتی به بهشت. گفت شما حساب دیدی؟ من حساب ندیدم. آب صراط دیدی؟ من صراط ندیدم. چیه؟ ماموران الهی شما رو نگه نداشتن؟ نه، من از قبر سر برداشتم یه سر رفتم بهشت. بر بعض اینجوری. حالا این آیه قرآن میگه، آیه میگه اومدن قبض روح کردن بهشت. نه خب حالا بفرمید اونجا دوران 500,000 ساله نمیدونیم چی. البته اون حساب کتاب زمان اون عالم با اینجا فرق میکنه ها. ممکنه برای یک کسی، دقت کنید، همه برزخ یه لحظه باشه، همون یه لحظه این برای اونای دیگه 500,000 سال برشون بگذره 500,000 سال. آدم اینجا منتظر باشه چقدر بهش سخت میگذره؟ میگذره. خب نیم ساعته اگه تو خونه نشسته بودی داشت روزنامه خوندی اصلا حساب نمیشد. میگذشت و میدونی ای نیم ساعت سراب یک ساعت گذشته، وای تلویزیون نشسته بودی یه ساعت گذشته، هیچ هم بهت سخت نگذشته بود. اونجا که تو صف منتظری بهت سخت میگذره. مثلا ممکن اینجوری باشه. حالا از حد فهم ما اون بیرونه، اون عالم از حد فهم ما بیرونه. اما راه رو سبک می کند، راه رو اندک می کند.
بیداری سحر. ببینید بیداری سحر یه وقت زمانشو من بیشتر میکنم. خب در احوالات حضرت رضا علیه السلام داره در سفر، چون وقتی تو خونشون بودن که کسی خبر نداشت، در سفری که مأمون فرستاده، مأمور دنبال حضرت رضا علیه السلام که برن به خراسان، یه کسی رو گذاشته بود لحظه به لحظه حضرت رو گزارش بده. اون گزارش داده شب نیمه شب حضرت رضا رو، میگه که دو رکعت اول رو حضرت میخوندن یه حمد سی تا قل هو الله، هر رکعت رو، دو رکعت دوم و دو رکعت سوم رو نماز جعفر طیار میخوندن. ما اصلا مزه جعفر طیار رو چشتیم. نماز خیلی مهم، بار سبک میکنه، بار سبک میکنه، بار سبک میکنه. تو روایتش داره که اگر سال یه بار بخون، سال یه بار بخون. من هی به خودم قرار میذارم که اگه مشرف شدم خدمت حضرت رضا، مثلا میشه دو رکعت نماز، دو رکعت هم نمیشه بخونیم، چه برسه بخونیم. پس چهار رکعتشم نماز جعفر بودن، سفر بود، نه تو خونشون بود. تو خونشون رو برای حضرت حیرت آوره، حضرت موسی بن جعفر من اصلا باور نمی کنه. اگه یک کمی آدم معالجه بشه، یک کمی این تو این سینه معالجه بشه، شما راحت نماز میخونی، از نماز خوندن حظ میکنی، خسته نمیشی. اینو دیگه صد بار شنیدیم. نماز صبح به خود میرفت سجده ظهر بالا میشد، نافله های نماز ظهر رو میخوند. چیکار کرده بود؟ تمام مدت گفته بود از اوم از زنب و من عبده پر یحسون العفو مند. چطور میشه آدم؟ اگه آدم معالجه بشه میشه، یکی معالجه بشه میشه. این شاید مکررم عرض کرده باشم، این نماز و روزه و حج و پمس و زکات برای معالجه است، برای معالجه آدمه، داروی معالجه است. میخوان کینه رو از دل من ببرن، حسد میخواد معالجه بشه، میخواد کینه معالجه بشه، میخواد بخت معالجه بشه، با اینو معالجه میشه. اما با دو رکعت، با دو رکعت نمیشه. با دو رکعت که ما صبح میخونیم، تون 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 میخونیم، خسته ایم دیگه، خوابم میاد. ظهر فرض کنید که میرم نماز جماعت. دوستی داشتیم، من تسبیحات اولین تسبیحات اول میگفتم، اون ستاره گفته بود منتظرمون میمون تا آقا چرا اینقدر عجله که چی بشه. امروز یکی نماز بود، من سمع الله هنوز نگفتم، میگم سجده است. خدایی چرا اینقدر عجله میکنی؟ مگه نماز ما چقدر طول میکشه؟ حالا ببینیم خودمون هستیم تون تون تون، این تون که چی؟ یه کمی با تأمل میگیم شاید یه ذره همراه ذکر باشیم. آخه ببینید 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال عمر میگه، من تمام این 80 سال یه دونه سبحان الله یه دونه نگفتم. آخه بعد بر آدم گرون تموم میشه. اگه آدم با ایمان از دنیا، اون عرض کردم، اگه من با ایمان از دنیا برم، اون وقت تو چیز برزخ نگرم میدارن که معالجم کنن. وقت معالجه اونجا با اینجا فرق داره. اینجا من اگه با خودم بجنگم، اینو باز هی مکرر عرض کردم، میگن سیدی بحرالعلوم تشریف آوردن توی درس، امروز خیلی خوشحال دیدن ایشون رو
چی شد آقا اینقدر خوشحالی؟ فرمودن که بعد از 20 سال که با خودم دارم میجنگم، 20 ساله دارم با خودم میجنگم، مطمئن شدم دیگه ریا ندارم. حالا یه استفاده دیگر رو فرمودن، نمیدونم اینجا 20 سال طول میکشه، اونجا 20 هزار سال میکشه. ای کاش 20 هزار سال طول میکشه. من یه وقت من گیر صفت حسدم، این حسد من داره میکشه. خدا پیش نره برای کسی. بخل اینقدر به من فشار آورد که حتی من واجباتم رو نمیتونم عمل کنم، یعنی خمسم رو نمیتونم بدم، جونم به لبم میرسه نمیتونم خمسم بدم. مثال اینجوری، تکبرم اینجوری که اصلا نمیتونم به شما پیش سلام بشم، نمیتونم. واه واه همسایه، یعنی بروز و ظهور فوق‌العاده قوی داره استفاده بد در من. اینو میذاریم کنار. آدم معمولی که مثلا ظاهرا احساس بخل نمی‌کنه، ظاهرا احساس تکبر نمی‌کنه، آقا این مشکل داره، این مشکل سخت داره. اگه تو به جون اون صفت بدت بیفتی، اگه به جونش بیفتی، تازه میفهمی که بله چیه. اگه به جونش بیفتی، اگه نیفتی که باز همونجور بمونه زیر خاک خوابیده این صفات آلوده پلید من. اما اون التماس سحر، اگه آدم بتونه روزشو یک مقداری پاک بکنه، شاید یه قطره اشک هم سحر بیاد، بتونم التماسی بکنم، بتونم تضرع، اون میتونه اینو معالجه کنه. اونی که نتیجه این راهه، این فرمودن الوصول الی الله، خیلی حرف بزرگیه. رسیدن به خدا، رسیدن به خدا یعنی چی؟ آیه شریفه من خانه یورید العزه، دقت کنید، من خانه یورید العزه، هر کس عزت میخواهد، هر کس عزت میخواهد، حالا هر خوبی دیگه بفرمایید میخواهد، هر خوبی دیگه میخواهد، من خانه یورید العزه فان العزه لله جمیعا، عزت همه اجمال خداست. سلطنت میخوای؟ سلطنت و عزت حالا نزدیک هم، هر کس سلطنت میخواد، همه سلطنت همال خداست. هر کس علم میخواد، شما علم میخوایی؟ وقت ما رفتیم اصفهان، رفتیم خدمت آقای میرجهانی رضوان الله علیه، مرد بزرگی بود. دور دوستان ما یکیشون خوب بود، بهشون توجه کرد، من ازشون گفتم آقا حالا آرزو به جوانان علم گفتم، ایشون فهمود که نافله. حالا علم شما میخوای؟ هر چی میخوای. این آیه من عرض میکنم هر چی میخواد، هر کس عزت میخواد، هر کس علم میخواد، هر کس ثروت میخواد، هر کس سلطنت، هر کس هر چیزی میخواد. فن العزت لله جميعا، همه چیزهای خوب مال خداست، غیر از اینه. فن العزت لله جميعا، همه عزت مال خداست. تاتم آیه معناش رو عرض میکنم. فن راهش چی آقا؟ راهش خودت برسون به خدا، به سر چشمه همه خوبی ها میرسی، برخوردار میشی. حرفش اینه. حالا مثال عرض میکنم، ما الان داریم میریم مشهد، اگه 1 کیلومتری حرم مطهر متوقف بشیم، دستمون به حرم تا عبدالعابدین نمیرسه، باید بری به حرم برسی تا به حرم برسی. اما این راه
هر چی نزدیکتر بشی از اون برخوردارتر میشی، هر چی این راه خدا رو طرف خدا رو میری. حالا مثالش من عرض میکردم، مثالش هم یه ذره مشکل داره اما حالا برای فهمش خوبه. میگیم آها شما به طرف خورشید که میری، هر چی میری نور بیشتر پیدا میکنی، گرمای بیشتر. حالا مثلا اونجا اینجوریه، هر چی به طرف خدا نزدیکتر میشی، هر چی به خدا قرب بیشتری پیدا میکنی، اون عزت هی بیشتر پیدا میکنی، ثروت، سلطنت، علم، هر چی بیشتر میری بیشتر تا برسی. حالا برسی یعنی چی؟ یادتون باشه بازم عرض کرده بودیم، فرمودن اقرب مقربین الالله، اقرب مقربین الالله حضرت پیامبر ماست. سلام علیکم. الله سلام محمد آل محمد عجل فرجهم. از اون که نمیتونی بگذری که، از اون که نمیتونی بگذری که دست به دامنمون برسه، دست به دامن همه چی رسیده. آخه دست به دامنم چه جوری میرسی؟ به اطاعت دست میرسی. یه دوست داریم یه استاد پیدا کرده، هرچی میگه بگو بچشم، هرچی میگه بگو بچشم. یه بارم اگه نه چشم بگی ممکنه رونده بشه. به اطاعت میشه، به اطاعت میشه. آقا هرچی نزدیکتر میشی برخوردارتر میشی از همه این چیزا، از عزت برخوردارتر میشی، از علم برخوردارتر میشی، از چی، از چی، از چی، از همه چی. آقا به این برخورداری اگه میخوای برسی، یعنی به یک بی‌نهایتی، به یک بی‌نهایتی اگه میخوای برسی، از شب میتونی برسی. شبت آبادان کن، هر کی شبش آبادان بشه. یه داستان از حاج آقای حقشناس عرض کنم. این داستان هیچ وقتشون نگفته بود، ما اینا رو تیکه تیکه هاش با هم چسبوندیم داستانو، اینجا من نوشتم البته، اما حالا عرض میکنم خدمت شما. ایشون فرمودن که خیلی حرفه، 17-18 سالم بوده، مسجد جمعه تهران، گفتن رو به قبله وایسیدم اونجایی که سقاخونه هست، سقاخونه داشت، نمیدونم حالا هست. رو به سقاخونه وایسیدم، عرض کردم که آقا من روز قیامت گریبان شما رو میگیرم. کی؟ نگفت که کی. خب من میفهمیدم که با امام زمانشون صحبت کرده. خب که چی؟ من روز قیامت میگیرم که چی؟ چی میخوای که اگر بشه، اگر نشه مثلا گریبان میگیری؟ اینو نفرموده بود. این گذشت. یا آقای آستاب قاسم نجار داشتیم، خدا رحمتش کنه، از اخیار بود، خیلی آدم خوبی بود، میسیم داشت. با هم دیگه از جلسه می آمدیم، گفتش که من یه وقت رفتم خدمت مرحوم آقای حاج میرزا عبدالعلی رضوان الله علیه، مرد بزرگی بود آقای حاج میرزا عبدالعلی، منم به خدمتش رسیده بودم یه کمی. حاج آقای حقشناس عمرم 18-19 ساله بود، ایشون خدمت آقا بود. وقتی من وارد شدم دیگه خداحافظ کرد رفت، از در که رفت ایشون بیرون، آقای حاج میرزا عبدالعلی مثلا فرمودن به من که ایشونو شناختی، میشناختی؟ مثلا نه. آره. فرمودن که ایشون هر شب، دقت کن، هر شب هر چه فردای روزش اتفاق میفته و باید انجام بده در خواب میبینه، تمام وظایف فرداشو بهش میگن. هر شب اگه تمام وظایف آدم فرداشو بهش بگن چه میشه؟ هیچ وقت دیگه این پاش تو چاله نمیره. لذا ما دیدیم که ایشون پای حرفای وای میسه،
مثل فولاد. اجرام هیچ تن نمیده، به هیچ وجه تن نمیده. نگفتن اونو بهش که چی؟ اونه که گفتن میکنه، حتما میکنه. یادم رفت بخیر. صلوات بفرست. اگه آدم از 18 سالگی تا 88 سالگی ذره ذره طبق دستور عمل کنه، اشتباه هم نداشته باشه. اشتباه که میگه مثلا ممکن مثلا در 10,000 بار یه بارم اشتباه بکنه، خب اشتباهشو جبران میکنه. از ممکن انسانه دیگه، چون انسانه. بعد چی میشه؟ تمام 70 سال 80 سال راه رو رفته، یک قدم هم اشتباه نرفته. نمیتونم بگم به چی رسیده بود. اون سحر ممکنه این چراغ رو برای ما هم روشن کنه. سحر خیلی ازش کار برمیاد. امام عسکری علیه السلام که امشب انشاءالله زیر سایشیم و از برکت سایشان نظر مرحمت حضرت ولی عصر رو هم به خودمون داریم انشاءالله، فرمود که سفر الالله، بخشید الوصول الالله، رسیدن به خدا، رسیدن به خدا رو عرض کردم، این رسیدن به همه کمالات ممکنه. آیه فرمود که من کانا یرید العزه، هر کس عزت میخواهد همش پیش خداست. راه بیفت. چجوری راه بیفتیم؟ سحر، سحر استغفار کند، استغفار کند، استغفار کند. 70 تا حداقل. حضرت موسی بن جعفر فرمودن من روزی 5,000 بار استغفار میکنم. آخ تو برای چی استغفار میکنی؟ شما 1,000 بار استغفار بکنید. حضرت موسی بن جعفر فرمود من که نگفتم که بهم میگی تو خودت نمی کنی چرا میگی؟ میگی من نگفتم که حضرت موسی بن جعفر فرمود. من شما 1,000 بار استغفار کنید. به اونم میشه، اونم از اون داروهای کیمیا اثر استغفار. اگه آدم استغفار کند، استغفار کند، حوصله کند، حوصله کند، حوصله میخواد. 40 سال، 50 سال، 60 سال. مرحوم آخوند مولا حسین قلی، اینم باز داستانش که عرض کردیم، برای چون 10 سال 12 سال زحمت کشیده بود، زحمت کشیدن. خودش فهمیده که 3 ساعت سحر، این شبا 3 ساعت، تابستون 1.5 ساعت، طول روز اینجور، یه طول روزی هم داره. یه ده سال هیچی نشده. حوصله‌اش سر رفته بود. یه روز نشسته بود تو حرم، تو صحن امیرالمومنین، تو یکی از اون حجه چیز ایونا، پیش خودش فکر میکرد که خب بابا
همه عالم آدمی زادن دیگه بابا، اینا همه میرن زیارت امیرالمومنین، زیارت امام حسین میرن، انشالله آخرش هم شفاعتشون میکنه، هم بهش میرن. چرا این همه خودش زحمت دادی، رنج کشیده بود، همه تو داشت به خودش تو درونش کله کشته میگرفت که خب شاخ این همه زحمت بی ثمر. یه کبوتر رو دیدیم بالا داره دور میزنه، اون روی صحنه مطهر که خاکش به صورت بنده، عرضم به حضورتون یه نون خشک افتاده بود، این کبوتر دور زد اومد نشست و یه نوک زد، دوتو نوک زد، نون شکستنه نیست، اصلا خوردنه نیست، پر زد رفت، رفت واسه دور زد، دور زد، دو مرتبه اومد پایین، دو مرتبه نوک زد، نشد، رفت بالا. این داره اون فکر رو میکنه، اونم داره خارش میکنه. کبوتر نیم ساعت که طول کشید نون خورد شد، تا آخرش رو خورد رفت. آقا حوصله میخواد، حوصله میخواد، من به سلطنت میرسه، من کانا یوری دولزه، هر کس عزت میخواد طول داره، زحمت داره، زحمتش بکشه، زحمتش اندکه، زحمتش اندک، 20 ساله، 12 سال دیگه ایشون زحمت کشیده، حالا بعد به چی رسیده، نمیدونم به چی رسیده. به هر چی برسی خوبه، یه ذرهش هم خوبه، یه ذره این راه ها، یه ذرهش هم. خب دست به دامان حضرت عسکری علیه السلام میشیم. برای که از دست مبارک حضرت ولیعصر بهره‌مند بشیم، از کرم ایشان، دست پر از کرم ایشان بهره‌مند بشیم، خیلی وسیله خوبی است توسل به حضرت عسکری علیه السلام. حالا من حرف اول میذارم که اینو 1000 بار اینجا عرض میکردیم. آقا ما هم دینمون هم دنیامون، روزگار روزگاریست که تو بهتر میدانی که چیه، منم نمیخوام عرض کنم. خطر روزگار ما خطرات خیلی بزرگی است، خطرات دینی روزگار ما، خطرات دنیایی روزگار ما خیلی بزرگ است. مقدمات ظهور است، مقدمات ظهور است، یعنی ممکنه 50 سال دیگه باشه، ممکنه 100 سال باشه، ممکنه 5 سال دیگه باشه انشالله، اما در هر صورت زمان، زمان نزدیک هست، بنابراین زمان پر از بلاست، هم بلای دینی و خطراتی که برای دین ما ممکن است پیش بیاید، هم برای دنیای ما. این کاغذ نامی اول ما، حاجت اولمون به محضر ایشون میبریم، به محضر حضرت عسکری که ایشان به فرزند بزرگوارشان بفرستن و ایشان برای ما بخواهند. جدیه، از بخواهم جدیه، اگر بدانید یا ندانید، بها بدهید یا ندهید. حالا اگه یه ذره بیشتر از اینم رحمت بفرمایید، یه تکونی ما بخوریم از این گل، از این گلی که یه عمر توش گیریم. ای کاش خدا کنه گل بود، آنچه که ما توش گیریم لجن نباشه، چون لجن حتما جهنمه. های تو گل گیر باشی، حالا ممکنه یه راه نجاتی پیدا بشه. یه سوال میکنم، بازم عرض کردم سوال، شما 17 سالگی نماز میخوندی، الان نماز میخونی، کدوم بهتر بود؟ اون بهتر بود حتما از حالا. گریه که 16-17 سالگی میکردی با حالا میکردی؟ فرما میکنم پس مثل نمازه. من دارم رو به تنزل میرم، رو به بهتری نمیرم.
اون کمی سن کمتر بود، عشق میریخت، گریه ما نمیکردیم، عشق میریخت تو دل، گریه میکردیم نه به چشم، روزه تو دلمون میشد نه بیرون. عصری یه چیزی من به اون دوستمون عرض کردم، پی نگرفتم، میترسم حالش به هم بخوره. شما بودی توجه نکرد، دل آدم باید گریه کنه. دل ما دیگه گریه نمی کنه، سال هاست دیگه گریه نمی کنه. این نشانه خوبی نیست. اینو میگیم، عرض میکنیم به محضر حضرت عسکری علیه السلام، یه دستی به دعا برای ما بردارم، یه کاری بکنم. مجانی نمیشه اما ارزون حساب کنم. گفتن شما یه تب میکنی 70 سال گناهتو میبخشن، میشه اینجوری باشه؟ میشه؟ بخیر نه، من خدا نکنه یه سال توی تخت خواب بیمارستان میخوابی، هیچ من هیچ احساسی، خدا نکنه. مرحمت اگر بکنن، همراهی اگر بکنن، لطفی بکنن، ممکنه سباک بشه، به یک قطره اشکی ببخشند. میشه. السلام علیک یا عبدالله، علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله، ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد، مني لزيارتكم، السلام على الحسين و على علي بن الحسين، على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين.